مکاشفه فصل هفتم. بعد از این چهار فرشته را دیدم که در چهار گوشه زمین استاده بودن و جلو چهار باد زمین را می گرفتن تا دیگر باد بر دریا و خشکی و یا هیچ درخت نوزد. و فرشته دیگر را دیدم که از مشرق بر می خواست و مور خدای زنده را در دست داشت و با صدای بلند با آن چهار فرشته که قدرت یافته بودن به خشکی و دریا ضرر برسانند گفت: تا آن زمان که ما مهر خدای ما را بر پیشانی بندگانش نگذاریم، به دریا و خشکی و یا درختان ضرر نرسانید. و شنیدم که تعداد کسانی که از همه قبایل نشانه مهر را دریافت داشته بودند 144,000 بودند. 12,000 از قبیله یهودا، 12,000 از قبیله روبین، 12,000 از قبیله جاد، 12,000 از قبیله اشیر، 12,000 از قبیله نفتالی، 12,000 از قبیله منسا، 12,000 از قبیله شمعون، 12,000 از قبیله لاوی، 12,000 از قبیله یساکار، 12,000 از قبیله زبولون، 12,000 از قبیله یوسف و 12,000 از قبیله بنیامین. بعد از این نگاه کردم و گروه بزرگ را دیدم که به شمار نمی آمد، از همه ملت ها و همه قبایل و امت ها و زبان ها در پیش تخت سلطنت و در مقابل بره استاده بودن. آنها لباس سفید به تن داشتن و شاخه درخت خرما در دستشان بود و با هم فریاد می زدن: نجات ما از جانب خدای است که بر تخت سلطنت می نشیند و از جانب بره است. و همه فرشتگان که در پیرامون تخت بودن همراه با پیران و آن چهار حیوان در پیش تخت روی بر زمین نهاده و خدا را عبادت کردند. آنها می گفتند: آمین، حمد و جلال و حکمت، سپاس و حرمت، قدرت و قوت از خدای ما باد تا به ابد، آمین. آنگاه یکی از آن پیران به من خطاب کرده گفت: این مردان سفید پوش کی هستند و حال کجا هستند؟ من جواب دادم: ای آقای من، تو باید بدونی. بعد به من گفت: اینها کسانی هستند که از آن عذاب سخت گذشتند، چپنای خود را شسته و در خون بره سفید کردند. به این سبب آنها در برابر تخت خدا هستند و او را شب و روز در خانه خدا خدمت می کنند و آنان در سایه آن تخت نشین خواهند بود. آنان دیگر احساس گرسنگی یا تشنگی نخواهند کرد. آفتاب و یا هیچ گرمای سوزان با آنها ضرر نخواهد رسانید، زیرا آن بره که در مرکز تخت است چوپان آنان خواهد بود و آنان را به چشمه های آب زندگی هدایت خواهد کرد و خدا همه اشکها را از چشمان آنان پاک خواهد کرد.